درود به ملت عزیز ایران، با درود به تمام عزیزانی که در سراسر ایران دارن ما رو میبینن. در ایران، در اروپا، در آمریکا، هر جا که هستین امیدوارم که خوش باشین، سلامت باشین و دست خدا با تک تک شما ایرانیا باشه که در هر جای دنیا هستین. ایرانیا در همه دنیا هستن، حتی میگن توی جنگل های آمازون هم هستن. البته نه تو جنگل، ولی خب تو آمازون هم میگن هستن. حالا کجای آمازون نمیدونم. میگه که یه خانواده 8 نفره 7 نفره نشون داده بودن تو آمازون زندگی میکردن، توی شهرهای آمازون نمیدونم کجا بود، ولی در کل در سراسر دنیا ایرانی ها الان پراکنده است. همون جوری که خداوند گفت من ایرانی ها رو پراکنده میکنم به تمام دنیا توی ارمیای 49، بعدن خداوند گفت که من دوباره ایرانی ها رو برمیگردونم به ایران، به ایرانی ها رو نجات میدم، به کشور آزاد و آباد دوباره درست میکنم که تخت سلطنت من در ایران باشه. امیدوارم، ایمان دارم که خداوند که وقتی میگه حتما هم میشه، چون به این خدا ما ایمان داریم، به خدایی که حقیقی، خدایی که زنده است، خدایی که میپرستیم میدونیم کدوم خدا است. نه خدای پیامبران کاذب، خدای کاذب، نه، این خدا خداوند زنده است. به هر حال امیدوارم که حالتون خوب باشه. شمالی های عزیز، امیدوارم که شما هم خوب باشین. شیمه احوال خوبیسه. امیدوارم که همه چی درست به اون برای جنه خاخور جنه. امیدوارم که گیلون زمین سبز زمین زندگی کردین. در شمال کلن گیلون، مازندران، گلستان، امیدوارم که شیمه خوش بگذره. به هر حال بذار ما دعای در اول برنامه دعایی بکنیم، بعد میایم خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی. ای خداوند، از تو میطلبم ای روی پاک مسیح. خداوند، برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت بگیری. خداوند، قلب ها رو آماده کنی خداوند تا هر چیزی از زبانم بیرون میاد مس تو باشه ای خداوند و بر دل ها بشینه. شکرت میکنم ای قدوس که میتونم خداوند خادم کوچیکی برات باشم و کلام تو بخونم. خداوند، از تو میطلبم که قلبهای مردم آماده بکنی برای شنیدن کلام تو. ای خداوند، شکرت میکنم. همه اینا رو در نام قدوس عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب امیدوارم که چایهاتون برا باشه. ما چون همیشه یه چای میاریم اینجا، چایهاتون برا باشه که با ما بشینین، از کلام شیرین خداوند بشنوید. هیچ چیزی بهتر از کلام شیرین خداوند نیست که در هر لحظه برای زندگی ما مفیده. وقتی خدا حرف میزنه، وقتی گوش میدی به کلام خدا، میخونی کلام خدا رو، واقعا آرامش الهی که وقتی بر درون تو ساکن میشه، زندگی رو تازه میفهمی که زندگی یعنی چی. دولت مردان ایران که این روزا فقط دارن شعار میدن، شعار شعار، میخوان تا بکشونن به حد جنگ، آمریکا رو بکشونن به جنگ. خب میدونین که آمریکا که نمیخواد، الان در شرایطی نیست که بخواد بجنگه، چون خاورمیانه دیگه اون ظرفیت الان نداره که یه جنگ دیگر هم ببینه، ولی چون حکومت داران میخوان حکومت خودشون رو ثابت نگه دارن، یک کاری دارن میکنن که آمریکا با دو تا ناو الان توی خلیج فارس داره میاد. یکی هم بزرگترین ناوش که با هواپیماهای B-52 بمب افکنای بزرگ، که 4 تا هواپیمای بمب افکن هم توی اون ابراهام لینکلن ناوش هست. ولی ما نه میخوایم اونجا جنگ بشه، نه میخوایم تیری در بره، برای اینکه ملت ایران اینقدر داره بدبختی میکشه. الان این جنگ هم بیاد دیگه، اصلا دیگه سیل و بدبختی و گرسنگی و بیکاری و جنگ هم بیاد دیگه، ببین چی میشه دیگه. اصلا خدا اون روز نیاره. ولی شما ملت ایران اگه اینجوری بیتفاوت باشین، این حکومت به خاطری که خودشو ثابت نگه داره و به خاطری که حکومتشو حفظ بکنه، یه جنگ برا میندازه که شما بگیم هر وقت اعتراض بکنیم بگیم ما جنگ داریم. شگرد اینا همینه. الان که تحریم، همه نو تحریم شدن، پریروز توی هم مدیا میدیدم که
قاچاقچی های بلوچستان که قاچاق می بردن، دولت ایران همیشه با اونا درگیری داشت، الان دولت ایران با اون قاچاقچی ها همدست شده. شاید بگم 5000 موتور که 80 لیتر 100 لیتر بنزین این طرف اون طرف گذاشتن، داشتن از مرز خارج می شدن. یعنی دولت ایران به هر چیزی که تو میگی دست میزنه، هر چیزی که ادعا میکرد برعکس همه اوناست. یعنی هیچ نه ادعایی داره نه حرفی برای گفتن برای ملت ایران داره، چون آدم های بیگانن، اینا بیگانن، اینا عربن. نه اینکه بگیم عربا بدن، نه، ولی اینا کلن عربن، یعنی اصلا جدشون عربه. ببین ایران اصلا دوست ندارن، کر میکنن لبنانو، عاشق لبنانن، عاشق فلسطینن، عاشق یمنن، عاشق نمیدونم عراقن. عراقی که 8 سال با ما جنگ کرد، الان ببین چقدر به اونا پول دارن میدن. همون قبر حسین ببین چقدر خرج کردن برای اینا، اصلا مافیای دینی ان اینا. تمام این قبرها رو دیدین، این همه خرج دارن میکنن برای یک مرده ای که نه حاجت میده به شما، نه مرده ای است که خودش نجات نتونست بده، الان میخواد ملت ایران نجات بده. کلی پول دارن میبرن رو اونا درست میکنن. پس ما ملت ایران بایستی باهوش باشیم، بایستی هوشیار باشیم، بایستی میگن چی میگن یه دستی تکون بدیم، بالاخره یه حرکتی انجام بدیم. بلا اینجوری هم ایران نابود میشه، هم ملت ایران نابود میشه، هم فرهنگ ایران نابود میشه، همه چی نابود میشه. ساختن دوباره ایران، یک ساختمون شما خراب میکنین در عرض 10 دقیقه یا 1 ساعت میتونین خراب بکنین، ولی ساختن اون 1 سال طول میکشه یک ساختمون رو تو درست بکنی. خیلی دیگه زرنگ باشی 6 ماه تمام کارگرها رو بیزاری هر روز کار بکنن، 6 ماه طول میکشه. یک ایران خراب شده میدونی چند سال طول میکشه؟ پول مالکیه، پول مال هم ملتی که باید دوباره خرج خرابی ها بشه. بس از خرابی ها جلوگیری بکنین قبل از اینکه خرابی به بار بیاد. روزهای بدتری تو راست، از خداوند میخوایم که حقیقتا این روزها رو به خیریت ملت ایران بگذارونه. دوست ندارم که ایرانی ها سختی 40 سال کشیدن باز سختی بکشن، باز سختی بکشن. نه، ما میخوایم که ایرانیا حقیقتا از ته قلبم میخوام که ایرانیا بهترین زندگی رو داشته باشن، خوشحالترین مردم دنیا باشن. چرا نه، چرا نباشن؟ هم خداوند کشور خوب به اینا داد، هم کشوری داد که ثروت بیش از حد داره، آب و هوا داره، هر چیزی بگی خوبه. چرا ما لایق این نباشیم که زندگی خوبی داشته باشیم اونجا؟ شما ببینید کشورهایی که هیچی ندارن، مثل دبی، این همه ساختمون سازی بیزنس ها رو همه رو آوردن توی دبی، سرمایه‌دارا رو همه رو آوردن توی دبی. شاید بگم 50-60% ملت ایران اونجا سرمایه‌داران اونجا هستن که سرمایه‌شون رو ریختن. پس ما بی‌تفاوت نباشیم. بذار شعر ما رو بخونیم که تا یادمون نرفته. شعرهایی که خداوند به من میده، منم در این دفترچه می نویسم به هر هفته 1 دونه از شعرهای خودم رو که برای عیسی مسیح گفتم براتون می خونم. میگه امید زندگی من، اسم شعر. میگه عیسی تویی، عیسی تویی، تنها تویی، تنها تویی امید زندگی من. بیا در زندگی من، امید من، امید تویی، صفا تویی، عزت تویی، حیات تویی، خالق آسمان تویی، منجی زندگیم تویی، تویی حیات من، تویی بقای من، تویی پادشاه من، فقط تویی که می پرستمت. عیسی بیا در زندگی من. هللویا، جلال بر نام عیسی مسیح. امیدوارم که خوشتون بود. امروز درس ما از رومیان 11 از
آیه اول اگه تا وقت اجازه بده تا آخر براتون میخونم. هیچ چیز بهتر از کلام خداوند نیست. سیاست به قول شیون فومنی میگه سیاست اشپتکایه، تو چی دنی چپ چیز و راست کوی دن رایه، ایب چی آیسته باش انتی سلایه، تو بغل پچی غناد دستپنجه سوایه. پس بیزار ما قبل از که سیاست صحبت بکنیم بیزار از کلام خدا صحبت بکنیم. هرچی هم دل ما برای ایران میسوزه، شما کلام خداوندم میخونید باز میخوره به این رهبرای ایران، باز میخوره به مردم ایران. یعنی کلام خداوند 5000 سال پیشم گفته باز میخوره به ملت ایران که همین حالا دارن زندگی میکنن. کلام خداوند در هر لحظه کلام زنده است برای زندگی های ما. رومیان 11 که میگه نجات غیر یهودیان. عیسی مسیح برای یهودیان اومده بود که یهودیانو بگی که من ماشیه هستم، من اومدم نجات دهنده ای که شما منتظر بودیم، من اومدم تا شما رو نجات بدم، از زیر یوغ شریعت بیرون بیارم تا با خون خودم گناه های شما رو پاک کنم. ولی یهودی ها رد کردن، کلام عیسی مسیح رو رد کردن، پیام عیسی مسیح رو رد کردن و این باعث شد که ما غیر یهودیان مثل من مسلمان زاده یا بهایی زاده یا نمیدونم بیدین زاده تا این نجات من استفاده بکنم از این نجات که این پیام خدا رو بشنوم و نجات پیدا بکنم. الان رومیان پولس رسول اینه داره میگه برای غیر یهودیان که ما شانس آوردیم که یهودیان رد کردن، ما نجات پیدا کردیم چون عیسی مسیح برای تمام جهان آمده بود. و به خاطر همون پولس رسول برای غیر یهودیان میرفت در تمام خارج از اسرائیل، میرفت به همه جا بشارت میداد. حتی ایران هم اومده بود بشارت داده بود فکنم تا ایران یا نزدیکای ایران اومده بود و ایرانی ها خیلی به مسیح ایمان آورده بودن. اون موقع خیلی ایرانی ها به مسیح ایمان آوردن. موقعی که عیسی مسیح میخواد تولد پیدا بکنه، مجوسیان که میگفتن دو نفرش ایرانی مثلا بود، یک نفر یا دو نفرش ایرانی بود که برای تولد عیسی مسیح رفته بود تا بیت لحم که اونجا وقتی کودک تولد یافت هدیه بدن به خداوند، ستارهی که اینا رو راهنمایی میکرد. یعنی ما ایرانیا خداپرست بودیم از اون موقع 8000 پیش، 10000 سال پیش، 5000 سال پیش، 3000 سال پیش تا اینکه دین اسلام آمد از 1400 سال پیش بر ما حمله کرد و زور زور با کشتار و با بدبختی و نابود کردن ما رو به دین مبین اسلام آورد که میگن با محبت اومده تو، در صورتی که با کشتار اومده تو. سلام هم یعنی تسلیم. به خاطر همون گفتن مردم موقع ایرانیا وقتی میخواستن از تو شهر میرفتن دیدن یه عرب داشت میومد، به خاطر که بگن ما تسلیمی میگفتن سلام، یعنی ما تسلیمی، ما با ما کاری نداشته باش. الان ما ای سلام میگیم. زمان عیسی مسیح میگفت شالوم، سلام نمیگفت، همون شالوم میگفت. به هر حال ما ایرانی ها خیلی به ما حمله شد، مغولا اومدن، اسکندر اومد، دیگه عربا که اومدن دیگه بدتر از همه اونا فرهنگ ما رو از بین بردن، دیگه نمیدونم ایران ما رو نابود کردن، تمام کتاب خونه ها رو سوزوندن، کتاب ها رو همه رو سوزوندن، فقط میگفتن قرآن.
اشکال نداره قرآن برین حداقل شما مسلمونا بخونین. بهترین چیز برای یه مسلمون اینه که دینی که انتخاب کرده، بایوز انتخاب نکرده، خودش مسلمون زاده بود، ولی الان که میگی من مسلمونم، حداقل برو قرآن بخون ببین چی میگه قرآن. به فارسی بخون، نه به عربی که نفهمی، به فارسی بخون تا بفهمی واقعا، ببینی واقعا این دین دین خداست. ما بایستی یک بارم شده ریشه یک چیزی رو بزنیم که تمام ریشه ایرانی ها رو داره از بین میبره، مثل این بت پرستی که هزارون بار من گفتم. وقتی میریم در یک دونه قبرستون گنبد و بارگاه میسازیم برای یه مرده، میشه بت پرستی. حتی این مسیحم باشه اگه بیاد توی کلیسا بغل یه مجسمه زانو بزنه دعا بکنه، اونم میشه بت پرستی. خدا از بت پرستی بیزاره. خدا دوست نداره که ملتی که انسانی که ساخت بت پرستی بکنه، میخواد خودش رو دوست داشته باشه. خدا میخواد که ما پدر آسمانی خودمون که ما رو به وجود آورده با اون همکاری بکنیم، اونو دوست داشته باشیم، با اون زندگی بکنیم که میتونه همه کار برای ما انجام بده. میگه اکنون روی سخنم با شما غیر یهودیان است، پولس رسول میگه، میگه چنان که میدانم خدا مرا به عنوان رسول خود برای خدمت به غیر یهودیان انتخاب کرده است. چون اون 11 شاگرد یا 10 تا 11 تا توی چیز بودن، توی اسرائیل بودن و برای یهودیان داشتن پیام عیسی مسیح میدادن بعد از عیسی مسیح. ولی وقتی پولس در سر راه میرفت، روی میرفت که بر علیه مسیحیان کار بکنه، در میان راه خداوند بهش ظاهر میشه. عیسی مسیح میگه که پولس چرا اینقدر داری منو آزار میدی، یا فرزندان من آزار میدی؟ به خاطر همون گفت خداوند مثلا تو کیستی؟ یه کوری موقت بهش داد که بعد به عیسی مسیح ایمان آورد، بعد شد رسول عیسی مسیح. اینی که دشمن مسیحیت بود شد رسول عیسی مسیح. امروز تویی که دشمن مسیحی هستی، اسلامی هستی یا هر دینی هستی، فقط اسلامه که به همه کار داره، ولا دینهای دیگر به کسی دیگه کار نداره، زور نمیگه. امروز که توی اسلامی هستی و مسیحیت رو میگی کافره، امروز عیسی مسیح تو رو دعوت میکنه، میگه بیا کلام منو بخون، پیام منو گوش بده تا زندگیت عوض بشه. بعدن خودت میفهمی که عیسی مسیح کیست، منجی هست یا نیست، استادت هست یا نیست، خداوندت هست یا نیست. بعد میبینی که برای گناهان من تو اومده روی صلیب رفته. امروز میفهمی. میگه من به این موضوع افتخار میکنم تا آنجا که بتوانم آن را به یهودیان یادآوری نمایم. میگه من وقتی میرم برای غیر یهودیان صحبت میکنم، اینی که ما الان به هر جا، من یکی هر جا میرم میبینم که مردم همه گرفتارن، در جا از عیسی مسیح صحبت میکنم و بشارت میدم. یکی از شاگردان مسیح اینه که پیام عیسی مسیح رو به مردمی که دارن میفتن توی چای هلاکت به اونا برسونه. وزیر اطلاعات ایران میگفت که ملت، وزیر اطلاعات ایران یا آخوندی میگفت که مردم ایران میخوان آرامش بگیرن، میرن به دین مسیحیت ایمان میارن که آرامش بگیرن. بس اونا میدونن که دین عیسی مسیح آرامش دهنده است، پیام عیسی مسیح آرامش دهنده است، هرچند که دین نیست، راه خداست، ولی الان اونا میگن دین. میدونن که عیسی مسیح پیامش آرامش دهنده است. به خاطر همون وزیر اطلاعات ایران میگه که مردم به خاطر اینکه آرامش میخوان بگیرن، میرن به مسیحیت
ایمان میارن، به پیام عیسی مسیح ایمان میارن، پس میدونن درش آرامش است. دین خدا یا پیام خدای حقیقی بایستی به انسان آرامش بده. اگه پیامی که از خدا نیست، آرامش هم نمیده به شما. مثلا این ما ماه رمضانه، ماه روزه است، نه؟ ما مسلمون موقع بودیم هم تازه میگفتیم که روزه بگیریم. آیا میدونستیم برای چی روزه اصلا میگیریم؟ یا میگفتیم برای لاغریه، یا مثلا خودمون، مثلا مردم گرسنن، با اونا خودمون هماهنگ بکنیم؟ نه، روزی میگیری درست، مردم با مردم که گرسنن خودت هم یزه میدهی، روزی میگیری که هم به کمک به اونا بکنی، هم خودتو تمیز بکنی، درونتو تمیز بکنی، با خدا راز نیاز بکنی که بتونی از حرکاتهای بد در این یک ماه خودت بتونی صاف بکنی، درونتو عوض بکنی، خودت به خدا نزدیک بکنی، کلام خدا رو بخونی، پیام خدا رو بخونی، دعا بکنی هر دقیقه. و در مسیحیت اینه که تو هر جا هستی میتونی دعا بکنی. این نیست که حتما باید روزه بگیری، نه، میتونی هر روز کلام خدا رو بخونی، هر روز با خدا راز نیاز بکنی، هر جا که هستی میتونی با خدا راز نیاز بکنی. مسیحیت یعنی این. شریعتی وجود نداره که شما بگی در فلان ساعت حتما من باید در یک نقطه وایسم، به طرف یک نقطه خداوند و پرستش کنم. تازه خداوند و پرستش نمیگونن که مسلمان ها میگن که هر دقیقه نماز دارم میگونم، میگن محمد، اعلام میکنم محمد رسول خداست. خب که چی؟ من اعلام میکنم محمد رسول خداست، محمد رسول خداست، با خدا راز نیاز نمیکنم که، فقط یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم میگم. خدا بخشنده و مهربان است. بعد از اون دیگه میگم محمد رسول الله است، ای محمد، یا علی هم ولی الله است، علی ولی منم فلانه، همش دارم اونی میگم. به خدا کاری ندارم که، به انسانی که خدا آفریده اونو میپرستم، در صورتی که من با اون خدا رو باید پرستش بکنم. ما انسان ها زرق برق این دنیا ما رو گرفته، همش در فکر این 70-80 سال خوشی هستیم، فکر نمی کنیم که دنیای دیگری وجود داره که ما بایستی ابدالدر اونجا زندگی بکنیم. اینم این نیست که میگن جهنم، نمیدونم گوگرد میریزم فلان میکنم، نه، شما یک آدم این زندان میره میفرستن توی انفرادی، نگاه بکنین در دو ماه سه ماهی که تنها هست در اونجا چقدر باش عذاب میکشه، چون یک آدم تنها یه جا نشسته، تنهایی، سکوت محض، این خودش جهنمه برای یک آدم که شما تنها باشین در یک جای کوچیک، بخوای مثلا مادام عمر زندگی بکنی. اصلا اون زندگی میشه برات؟ نه، نمیشه. شما میتونین اگر انجیل نداریم، میتونین برین توی سایدهای مسیحی، هر سایدی برین مال مسیحی باشه، میتونین انجیل بخونین. نه انجیلی که آخوندا انجیل برنوبار پخش کردن که میگه منم توش نوشته عمر دستکاری کرده، مال اون مرده افسر جنرال پاکستانی بود که اون برای نوشته. اون نیست، اون انجیل نیست، انجیل برنبا انجیل اصلی نیست. کتاب مقدس انجیل یا مجده رو باید بخونین، یا نمیدونم عصر امروز، یا تفسیری رو، اینا رو باید بخونین. اینا کتاب مقدس اصلیه که میتونین توی اسمارت فونتون هم دانلود بکنین، بایبل به فارسی هم براتون میاد، توی اپل دارین دانلود بکنین بایبل، بایبل وقتی میخونین بزنین کلیک بکنین فارسی هم میاد که میتونین فارسی بخونین، تمام کتاب مقدس بخونین. اول هم که میخواین بخونین از عهد جدید بخونین، بعد وقتی تمام شد از تمام عهد عتیق هم میتونین همه رو بخونین با هم. میرسیم به همون نجات غیر یهودیان که امروز از رومیان 11 از 13 شروع میشه، از آیه 13، باب 11 آیه 13 میگه من به این موضوع افتخار میکنم و تا آنجا که بتوانم آن را به یهودیان یادآوری مینمایم. اول به یهودیان میگه، میگم
اگه الان نیومدم پیام عیسی مسیح قبول نکردم، من میرم برای غیر یهودیان، من رسول کرده برای غیر یهودیان. الان که من غیر یهودیم نجات پیدا کردم، وظیفه من اینه که مردمی که در گرفتاری هستن پیام عیسی مسیح رو بشنون و واقعا آرامش بگیرن. شفایی که 2000 سال پیش عیسی مسیح میداد، عیسی مسیح همونه، دیروز، امروز، فردا همونه عیسی مسیح. عیسی مسیح تغییری نکرده. شما همین حالا در نام عیسی مسیح دعا بکنین، گره از مشکلتون حل میشه. تا بلکه وادارشان گونم طالب همان برکتی باشن که شما غیر یهودیان دارین، مثل ما که الان به عیسی مسیح ایمان آوردیم، و از این را باعث نجات برخی از ایشان گردم. میگه من درست برای رسول غیر یهودیان شدم، ولی به یهودیانم که میرسم پیام عیسی مسیح رو به اونا بگم که اونام نجات پیدا بکنن. هرچند قوم یهود انتخاب شده خداونده، درست نافرمانی میکنن، ولی منتخب خدان، خدا اینا رو انتخاب کرده، اینا انتخاب شده خداوندن. شما نمیتونین قوم اسرائیل درست بر علیه خدا شاید قیام بکنن، ولی شما نمیتونین بر علیه اونا باشین. اینقدر این مرگ بر اسرائیل، میگیم مرگ بر اسرائیل، چون اسرائیل قوم یهود انتخاب شده خداست. خدا میدونه با اونا چیکار بکنه. اگه اونا نمیدونم تخطی میکنن از قانون خدا، یا نمیدونم پیام عیسی مسیح رد میکنه، خدا اونا رو تنبیه میکنه. ما انسان ها نمیتونیم اونا رو تنبیه بکنیم. هیچ انسان دیگر نباید تنبیه بکنه. اون خداست که تنبیه میکنه. قاضی خداست. حکم دهنده خداست. من حاکم نیستم در این زمین. من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم. من فقط میتونم پیام عیسی مسیح رو بهشون برسونم. میگه ای کاش آنان نیز به مسیح ایمان می آوردن، که همین یهودیان. وقتی خدا از ایشان روی گردانید، یعنی دید که خداوند دید که اینا پیامش قبول نکردن، داد به معناش این بوده که به بقیه مردم جهان رو کرده تا نجات را بر ایشان عطا کند. وقتی اونا قبول نکردن، گفت که حالا که شما دعوت خدا را قبول نمیکنی، به غیر یهودیان میدم که تمام ملت، مردم جهان نجات پیدا بکنن. که این نجات عظیم شانس ماست که ما نجات پیدا کردیم، که عیسی مسیح ایمان آوردیم، نجات پیدا کردیم. اینقدر شما وقتی این کتاب میخونین، اینقدر کلام خدا شیرینه که باعث آرامش تو میشه و باعث عوض کردن درونت میشه، که هم آرامش بیاد بده، هم درونت عوض بکنه، هم اخلاق و رفتار و کردارت عوض بکنه. این پیام خدا یعنی این، کلام خدا حقیقی یعنی این. سرود بشنویم یا وقت اون شد؟ بریم یه سرود بشنویم با هم برگردیم به شما. حیات
چشمه حیات جاری در قلب ها، پر کن وجودم با نور حکمت تا عیان شود دوباره به ملت عزیز ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستین حالتون خوب باشه. ببخشید ما امروز گفتیم تلفن میگیریم ولی مسکین تلفن ما یه ذره مشکل داره و نمیتونم تلفن بگیرم. به هر حال ببخشید، من چون زده بودم پیامم داده بودم که هر کس میخواد تلفن بکنه میتونه تلفن بکنه، ولی مسکین امروز تلفن ما مشکل داره. به هر حال ببخشید، تا دفعه دیگه ببینیم چیه تکنیکی درست بکنیم بعد میام خدمت. ببخشید دیگه. به هر حال داشتیم درس رومیان میدادیم 11 نجات غیر یهودیان، باب 11 آیه از 13 نجات غیر یهودیان که ما باشیم نجات برای ما که یهودیان رد کردن، به خداوند اون نجات برای ما فرستاد که ما نجات پیدا بکنیم، تمام غیر یهودیان نجات پیدا بکنن. تا اینجا هم خوندیم که تا 13 تا 15 رو خوندیم. گفتن میگه که 15 میگه ای کاش آنان نیز به مسیح ایمان می آوردن، یعنی یهودیان دیگه رد نمی کردن چون منتخب خدا بودن، انتخاب شده خدا بودن. وقتی خدا از ایشان روی گرداند معنیش این بود که بقیه مردم جهان رو کرده تا نجات به ایشان عطا کند، یعنی مثل من مسلمان بهایی هر کسی دیگه هر دین دیگه میتونه مثلا به ما رو کرده خداوند به نجات برای ما که گفت چون یهودیان رد کرده شما بگیرید. خدا را هزار مرتبه شکر میکنم که من به عیسی مسیح ایمان آوردم، به کلام خدا را فهمیدم که کدوم کلام خداست کدوم کلام خدا نیست، کدوم مال خداست کتاب یه دونه که مال خدا نیست. پس حال اگر یهودیان نیز به سوی مسیح بازگردند چه پرشکو و چه عالی خواهد شد، چون خدا این عیسی مسیح برای یهودیان اومده بود، میگه چقدر خوبه که اگه یهودیان هم به عیسی مسیح ایمان بیاره چقدر عالی میشه که هم غیر یهودیان هم یهودیان به عیسی مسیح ایمان میارن و اینجاست که خداوند بیشتر شاد میشه، ملتی بیشتری نجات پیدا میکنه. مانند این خواهد بود که مردگان به زندگی بازگردن، یعنی مثال میزنه که مثل مردهی که به زنده میشه دوباره، یعنی یهودیان به اونجور مثال داره میزنه که اینا وقتی رد میکنن اینی که مثلا مردن، بخاطر هم میگه این مثال میزنه که مردگان به زندگی باز میگردن. از آنجا که ابراهیم و سایر انبیا مردان خدا هستند فرزندانشان نیز باید همونطور باشند که ما فرزندان ابراهیمیم، همه ما، البته ما مسلمان ها فرزندان اسماعیلیم، اون از یهودیان میگه. زیرا اگر ریشه های درخت مقدسند شاخه ها نیز باید مقدس باشند. میگه ریشه که ابراهیم باشه مقدس بود، ایمان به خدا آورد، به یکی از ایماندارا بود، اون ریشه است مقدسه، بس این یهودیان هم مقدسن، باید اینا هم ایمان بیارن که بتونن که مقدسین خداوند بشن. اما بعضی از شاخهای این درخت که یهودیان باشن بریده شده، یعنی اونایی که ایمان نیاوردن یهودیان، به شاخ درختی عیسی مسیح درختی است که ما شاخه های اون میشیم
به پیوند میخوریم به عیسی مسیح. یهودیان هم پیوند خوردن چون یهودیان، عیسی مسیح برای یهودیان هم. البته خیلی یهودی ها الان به عیسی مسیح ایمان آوردن، ولی خب خیلی هم هنوز نیاوردن، چون داست اونام یهودی هم اینجوری هن. کتاب خودشون نمیخونن چون نمیدونن که در اشیای 53 اومده، در جاهای دیگر اومده داوود نبی گفته که عیسی مسیح میاد، نبوت شده. چون اون یهودی هم نمیخونن. اگه کتاب خودشون بخونن میفهمن که در کتاب خودشون وعده داده شده که عیسی مسیح باید بیاد، باید بره روی صلیب و خونش بریزه و کفاره گناهان ملت دنیا بشه، مردم دنیا بشه. و به جای آن میگه اما بعضی از شاخه این درخت که یهودیان باشن بریده شده که ایمان نیاوردن، دور انداخته شدن، و به جای آنها شاخه های زیتون وحشی، یعنی شما غیر یهودیان، ما که الان پیوند خوردیم به عیسی مسیح، به درخت عیسی حیات، به درخت حیات که عیسی مسیح برای ما باشه، خود عیسی مسیح درخت حیاته و ما پیوند میخوریم به درخت حیات و خدا ما رو تقویت میکنه تا میوه بیاریم. حداقل وقتی من مسیحی چشیدم این عسلی که خوردم، این حیات زندگی که گرفتم چشیدم، بایستی به کسی دیگری که ایمان نیاورد به عیسی مسیح، پیامش نشنید، پیام عیسی مسیح رو به اون بدم تا اونم این شیرینی رو حس بکنه، این نجات عظیم حس بکنه و پاسپورت اون دنیا رو بگیره. فقط میگونیم با پاسپورت این آمریکا و انگلیس و اینا فقط تو برای همین کشورهای دنیا خوبه، ولی اونجا دیگه ویزا بگیری تو بهشتی، تو هر جای دنیا میخوای بری میتونی مثل برق آسا بری بیای. این خوبی رو داره دیگه، نه دردی هست اون بر، نه کرای خونه هست، نه کاری هست، نه غصه اینی که من الان اینجا مثلا بایستی برم یه جا پیدا بکنم، نمیدونم دارم میرم ماشین ندارم، نه این چیزا دیگه نیست دیگه، غصه هیچ چی رو نداری، هیچ دردی وجود نداره اون طرف. پس اکنون شما در آن برکاتی که خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داده شریک هستین. مثل ما به ابراهیم وعده داد که هر تمام کسایی که بعد از تو به دنیا میان اینا با من پیوند میخورن، اینا فرزندان منن. پس ما الان میشیم فرزندان خداوند، به ایمان آوردیم به عیسی مسیح، میشیم فرزند خدا و میوه های خداوندیم. همون گونه که شاخه های پیوند شده در شیره و مواد غذایی درخت اصلی شریک میشوند، که درخت اصلی حیات همون عیسی مسیح، اما باید مواظب باشید که دچار غرور نشوید و به این نبالید که به جای شاخهای بریده شده قرار گرفتید. میگه که منی که الان به عیسی مسیح ایمان آوردم، خوشحالم که یهودی نیاورده، من رفتم روی درخت حیات و پیوند خوردم با حیات، میگه زیاد غرور به خود نگی که مثلا پر غرور نباش که بله یهودی ول کرد، من شاپور نوعی مسلمان زاده اومدم الان به حیات درخت حیات پیوند خوردم. نه، میگه غرور نباید پر غرور باشی، با غرور باشی، یا نمیدونم دوچار غرور شوی. میگه فراموش نکنید که ارزش شما فقط به این است که جزی از درخت هستی. ارزش من اینه که جزی از درخت هستم. بله شما فقط یک شاخه، نه ریشه، ولی یهودیان ریشن. حالا که اون کسی که یهودیه رد میکنه از شاخه زده میشه میره، اون آردی در اون حیات شاخه هست، اگه خودشو حفظ بکنه و پیام عیسی مسیح رو قبول بکنه در همون درخت حیات میمونه، ولی چون قبول نمیکنه بریده میشه میفته بیرون و من که غیر یهودی هم میام جای اون. درخت حیات درخت بزرگیه که تمام 9 میلیارد آدم بیاد به این درخت حیات میتونن پیوند بخورن، ولی خود عیسی مسیح میگه در آخر ایده بسیاری
بی ایمان میشن، چون پیغمبر کاذب میاد ایده بسیاری رو گول میزنه و طرفدار خودش میکنه. این پیغمبر کاذب همونیه که در آخر زمان با شیطان میفته تو چای علاقت. ممکن است بگویید آن شاخهای بریده شده بریده شدن تا جایی برای من باز شود، پس خدا چقدر از من راضی است. مثلا میگه من این حرفا شاید بزنم، مثلا بگم خب اون شاخه بریده شده، من یکی شاخه نبودم، الان به این شاخه، به این درخت حیات وصل شدم. میگیش پس خدا چقدر از من راضی است. مثلا الان خداوند خیلی از من راضیه که من به این پیوند خوردم و رای خدا رو میرم، خدا از من راضیه. در رابطه با غرور این چیزات درست است، میگه حرف درستی میزنین، باعثی مثلا خوشحال باشم که به درخت حیات وصل شدم. میگه آن شاخه ها یعنی یهودیان به این دلیل قطع شدن که به خدا ایمان نداشتن. همین که الان گفتم، وقتی یهودیه که قبول نمیکنه پیام عیسی مسیح و قبول نمیکنه که عیسی مسیح از باکره به دنیا اومده و فرزند خداست، قبول نمیکنه این چیزا رو، میفته بیرون از اون درخت حیات، به جاش من نوشاپور نوعی وصل میشم به این درخت حیات. که خیلی ها از ایرانی ها الان به این درخت وصل شدن، به این درخت حیات که عیسی مسیح باشه وصل شدن، خیلی ها شدن. وقتی وزیر اطلاعات ایران داره جمهوری اسلامی همچی حرفی میزنه که هر که آرامش میخواد میاد به دین مسیحیت قبول میکنه، بدون که خیلی ملت ایران الان مسیحی شدن و هر کدوم هم که مسیحی شدن دارن کار میکنن و به مردم دارن پیام میدن. ببینید چقدر تو زندگیشون آرامش داره. امکان داره وضع مالیشون بد باشه یا گرفتاری شیطان به اینا حمله بکنه، ولی ایمان دارن به یه چیزی که عیسی مسیح همیشه دستش با کسایی هست که به عیسی مسیح ایمان دارن. هر جا، اون دفعه یادتونو گفتم که داشتم دعا میکردم، توی قلبم داشتم دعا میکردم، رسیدم به یه سرا خیابون، دیدم یک اوملس که همین گدا باشه، فقیر باشه، شپینکار که همین این سبدایی که چرخ داره مال خریده، شپینکار توش اساس بود، به زور داشت میکشید. خدا بخواد حرف بزنه، از هر وسیلهی باید حرف میزنه. داشتم دعا میکردم، گفتم خدایا به این اوملس کمک بکن، بدبخت با زحمت داره این میبره، خدای یه کاری، یه وضعش خوب باشه، ایمان بیاره به تو، بذار زندگیش عوض بشه. همینجوری که داشتم دعا میکردم، تلفنم یه دفعه صدا اومد، گفت که I'm here، یعنی من اینجا هستم. عیسی مسیح گفت من اینجا هستم. فعلا من که تلفن صحبت نکرده بودم، که تلفن یه دفعه، چون به تمام باندای ماشین بس بود، یه دفعه داد زد I'm here. اصلا من خودم یه دفعه جا خوردم. اینه، خدا با هر وسیلهی باید حرف میزنه. خدا میگه تو داری دعا میکنی، من اینجا هستم، میشنوم. و تلفن نگاه کردم، دیدم نوشته I'm here، من اینجا هستم. اینه خداوند زنده، اینه که وقتی صحبت میکنی باهاش میشنوه و جواب میده. حالا امکان داره از زبان یه نفر دیگه به جواب بده. شما نیز فقط به این دلیل به جای آنها پیوند شدید که به خدا ایمان آوردید داشتید، پس مغرور نشوید. منی که الان ایمان آوردم، با یهودی که ایمان نیاوردم مغرور نباید بشم، بگم آه تو یهودی هستی، تو درخت، تو شاخه درخت بودی ولی بریده شدی رفتی، ولی من الان به جای، نه. خدا اون یهودی چون انتخاب شده خداونده، یه روزی بالاخره ایمان میاره به عیسی مسیح، چون اون از اول به این درخت حیات وصل بوده. حالا که یه ذره رد میکنه، امکان داره از شاخه جدا شده باشه، از درخت جدا شده باشه.
بلکه از خدا بترسید، زیرا اگر خدا بر شاخه‌های طبیعی درخت رحم نکرد، بر شما نیز رحم نخواهد کرد. وقتی منی که مسلمون بودم، مسیحی شدم و غرور بیش از حد دارم الان که من مسیحیم، من نجات پیدا کردم و بعد هر کاری دلم بخواد بکنم، اینجا بهت داره نشون میده که نجات تو میتونی از دست بدی. میگه خدا وقتی به اونی که انتخاب شده خدا بود رحم نکرد، چون نافرمانی کرد، تو هم که الان اومدی به این درخت حیات وصل شدی، اگه نافرمانی بکنی نجات تو از دست میدی. اینه که خدا میگه که باعثی مواظب رفتار و حرکاتت باشی. وقتی به عیسی مسیح ما میاری، زندگی شاد روزانه داری، هر چی دلت میخواد میتونی زندگی آزاد داری، ولی نه اینکه مثلا دزدی بکنی، نه اینکه مثلا دل کسی رو در بیاری، غرور بیش از حد داشته باشی، سر کسی رو کلا بیزاری، زیر پای کسی رو خالی بکنی. نه دیگه، اینا رو بایستی بیزاری کنار. وقتی به عیسی مسیح، یعنی خودت عوض میشی، اصلا دوست نداری این کارا رو بکنی، واقعا دوست نداری دیگه این کارا رو بکنی. اگر قبلا هم این کارا رو میکردی، الان دیگه این کار رو نمیکنی. هرچی هم الان تر ایران پدر به پسر رم نیست، پسر به پدر رم نیست، همه نقشه میکشن برای همدیگر که زیر پای همدیگر رو خالی بکنن. پسر یه کاری میکنه که مثلا اون روز یه دو جا خوندم که پسره برای باباش زنگ میزنه، میگه بابا، باباش بازاری بود، میگه بابا من دزدیدن. گفت خب کجا هستی؟ گفت الان اینا من دزدیدن، نمیدونم کجا هستم. گفت اینا پول میخوان. گفت چقدر پول میخوان؟ مثلا گفت مثلا 10 میلیون دلار. گفت پسر من همه زندگیم بفروشم 10 میلیون دلار نمیشه که، من همه زندگیم بفروشم مثلا میشه 4-5 میلیون دلار. گفت خیلی خوب، تو همه زندگی رو بده، منو نجات بده. پدر گفت باشه. می همه این کارا رو کرد. بعدن وقتی پلیس گرفت اونا رو، دید که پسر رفیقاش با رفیقاش همدست شده، گفت منو بدوزین. ببین پسر نقشه میکشه برای پول پدر بخوره، اونم توسط 4 تا غریبه. خب پسر تو که این پدر که هرچی داره مال توست، تو وارث اونی، این چی کاریه که تو شما میکنین؟ این روزا تو ایران اینجوری شده، پسر برای پدر نقشه میکشه، پدر برای عروسش نقشه میکشه، عروس برای من نمیدونم پدر شوهرش نقشه میکشه، مادر زن برای اون، پدر مادر، اصلا یه چیزی شده. میگم واقعا یه چیزی شده. ما اگه ایمان نیاریم به عیسی مسیح، زندگیمون اصلا روز به روز خراب میشه. ما بایستی ایمان بیاریم به عیسی مسیح تا زندگی ما اون رای اصلی که میخواد بره بره، تا واقعا در رای خدا، در رای سلامت انسانی قدم بزنیم، مثل یک انسان باشیم، نه هر روز برای کسی که نقشه بکشیم که اون پولدار من برای اون نقشه بکشم که زندگی اون از بین ببرم، زندگی من بهتر بشه. نه، ما باید به همه کمک بکنیم تا جایی که دست ما میرسه، با هم محبت بکنیم، همکار همدیگر باشیم، همغم همدیگر باشیم، در غم و شادی همدیگر شریک باشیم. اینقدر بیخیال نباشیم که حکومتی اومد مافیایی که تمام ایران داره میخوره، غریبم هست، بیگانم هست، تمام ایرانم بره از بین بره، کر نمیکنن هیچ، اصلا بیخیال عمل، فقط میخوان که بدزدن، بکشن، بخورن، برن. آخر سرم همین میشه. وقتی آقای خامنه ای 200 میلیارد دلار پول داشته باشه، این پولا رو از کجا آوردن؟ همه ای آخونده، اینایی که هستن سرکارن، این پولا رو از کجا آوردن؟ نجومی پول دارن. بس این، ببین امروز به عیسی مسیح ایمان بیار تا تونم به اون درخت حیات پیوند بخوری، درخت حیاتی که عیسی مسیح باشه، تونم شاخه های اون باشی و با خداوند زندگی بکنی، که با آرامش خدا بتونی زندگی بکنی. شما رو به دستای خدا میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درود دیگر، مرسی که به ما گوش دادین و بیننده بودین.